أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بعد از خطابات مختلفی که به جماعات مختلف به قریش و غیر قریش صحبت شد، خداوند در این آیه به شخص پیغمبر خطاب میکنه، میگه فاستمسک بالذی اوحی الیک، به او چیزی که به سوی تو وحی میشه، آیات قرآن، به اونا تمسک بجوی، اونا را بگیری. انک على صراط مستقیم، تو بر رای راستی، رای که به خدا منتهی میشه این رای راسته. هر قدر که از خدا دور شوه انحرافات هم بیشتر میشه. خدا مکان نداره، زمان نداره. یک میگه انک على صراط مستقیم، یعنی او رایی که به فرمان خدا منتهی شوه، به دستور خدا منتهی شوه، بر ازای خدا منتهی شوه. و الا خدا مکان نداره که در یک مکان خاص باشه که این خطوط، این خط مسیر به خدا برسه. خدا نه مکان داره نه زمان داره، خالق زمان و مکانه. فاستمسک بالذی اوحی الیک، اگر اونا عمل نمی کنن، اگر اونا گمراهن، تو وظیفه خود انجام دادی، تو وظیفه خود انجام دادی، دیگه نسبت به اونا وظیفه نداری، خودت عمل کن، خودت به امی خط خود ملتزم باش. تمام انبیا به رسالت خود ایمان کامل دارن و از امه مردم بیشتر خودشان عمل می کردن. و پیغمبر اکرم تا روزی که زنده بود آخرین تلاش خود در عمل کرد، یعنی اون مقداری که پیغمبر اکرم توجه داشت به حرفایی که می گفت بیشتر از همه بود، خود به مشقت انداخته بود. در بعضی آیات داره ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، من این قرآن که بر تو نازل نکردم که خود به مشقت بیندازی. خیلی پیغمبر اکرم عمل میکرد، اما این انبیاء می قسم بودن به دستور خود، به امو دین خود اعتقاد کامل و 100% یقین داشتن. لذا خداوند میفرماید خودت به امی وظیفه خود عمل کن. اونا عمل میکنن نمیکنن ربطی به تو نداره. انک علی صراط مستقیم، تو بر رای راستی. و انه لذکر لک و لقومک، ای قرآن ام یاد خدا برای توه و ام برای قوم تو، که خدا را باید یاد کنن، به دستورات خدا، به دین خدا عمل کنن. قرآن برای امیه که انسان به یاد خدا بیفته و به دستورات خدا عمل کنه. مراد از قوم احتمالا امی امت اسلامیه، نه او قومی که پسر اموها و اینها باشه، یا بنی هاشم باشه، یا قریش باشه، فکر اینا به ایده که اینا باشه، ای از منطق قرآن دوره. نذیرا للبشر و ما ارسلناک الا کافتا للناس، بنابراین معنای آیه ای میشه که ای ام ذکر برای توی یک یاد آوری و ام برای مسلمانه که خدا را یاد کنن و به وظایف دینی خود رفتار کنن. هر مقداری که روح انسان به یاد خدا باشه به با امو مقدار شکوفا میشه، انرژی معنوی پیدا میکنه و نشاط و عبادتش بیشتر میشه، نورانیت پیدا میکنه. و سوفتوس الون، چی زوده که شما مورد سوال قرار بگیرین در میدان قیامت. از شما سوال میشه که با قرآن چیکار کردین، با قرآن عمل کردین یا نکردین، دستوراتش به جا آوردین یا نه. این کتابی که من فرستادم برای تو یک یاد آوریه که خدا یاد آوری شوه و بندگی کنین خدا را تا شما تکامل پیدا کنین. و سوفت و سالون،
و روز قیامت دوباره ما از شما سوال میکنیم که به قرآن عمل کردین یا نکردین. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون. میفرماید تو سوال کو، پیغمبر خطاب میکنه، سوال کو کسانی را که ما اونها را قبل از تو فرستاده بودیم به عنوان رسول، از انبیای گذشته سوال کن، اونهایی که ما پیشتر از تو فرستاده بودیم از رسولان ما. اجعلنا من دون الرحمن آلهة یعبدون، آیا ما قرار داده بودیم غیر از رحمان معبودای دیگری که اونا عبادت شوه؟ یعنی تمام انبیا برای عبادت خدای یگانه آمده و مردم را به سوی خدای واحد سوق داده، از حضرت آدم تا خاتم. همین خط توحید بوده که ام ذات واجب الوجود یکیه، ام خالق کائنات یکیه، بعد از خلقت مدبر کائنات هم یکیه، رازق هم یکیه، معبود هم یکیه، خداوند ام ذاتش یکیه و ام ذاتش مرکب نیه، وحدانیه، احده، که بعضی اصطلاحشان در احد، واحد غیر از احده، خدا واحده یعنی یگانه، نه یکی است و دو نیست که عوام میگه. خدا وحدت عددی نداره، وحدت حقیقیه داره. در فلسفه وحدت را به این معنا میکنن، وحدت حقیقیه، حقیقت وجوده، حقیقت وجود ثانی نداره، اگر ثانی فرض کنیم خلف میشه، حقیقت وجوده. و تمام غیر از خدا اما مخلوق خدایه، همه مخلوقن. خدا واجب الوجود یکیه، که ای بحث واجب الوجود در قرآن نیامده، ای در فلسفه صحبت میشه، او از فهم مردم عوام، اونایی که درس نخوندن، ای خارجه واجب الوجود. اونا در فلسفه و در علم کلام صحبت میشه. ذات واجب الوجود یکیه، صانع و خالق یکیه. ذات خدا باز احده، واحد یعنی یکیه، احد یعنی اجزا نداره، بسیطه، مرکب نیه که محتاج به اجزا شوه. او احدم از صفاتشم زعین ذاتشه، خالقم از و خالق دیگر وجود نداره. لا موثر فی الوجود الا الله. و رازقم خدای یگانه، هیچ کس با خدا شریک نیه. یکی دیگم خدا در عبادت واحده، معبود یکیه، غیر از خدا کسی دیگه پرستیده نمیشه، ولو پیغمبر باشه، ولو پیغمبر آخر الزمان باشه، اما مخلوقا. عبادت برای رب، اونی که از سراسر قرآن ظاهر میشه، عبادت به خاطر ربوبیت رب. رب به اصطلاح فلسفی ام حیثیت تقییدی عبادت و ام حیثیت تعلیلی عبادت. کی را پرستش میکنیم؟ رب. فعبدو ربکو. یک ادعایات قرآن مجید ربوبیت را حیثیت و جهت تقییدیه میدانه، یعنی موضوع عبادت. یک ادعایات دیگر حیثیت تعلیلیه میدانه، چون که به علت این که ربوبیت خدا ثابته، او را پرستش کنین، او رب شماه، سرپرست شماه، تربیت دهنده شماه، مالک شماه، سید شماه. و
و خالق شمای، رازق شمای، همه را یک جا کنیم به معنای تقریبا رب میشه. خیلی اشتباه شده در این که تعریف عبادت چیه. یک بحث خیلی غامض پیچیده، خیلی هم در این اشتباه کردن و درست متوجه نشدن. ولی صحبت کردن اون عادت تفسیری که مقصود عموم برادرای ما یک چیزی از قرآن بفهمن، این مباحث علمی در این درس ممکن نمیشه. در ما ایلا در جلد دوم، جلد دوم کتاب مباحث علمی دینی نوشتم که معنای عبادت چیه؟ یک چیز بسیار پیچیده. به هر حال تذلل کردن و شدت تواضع و تذلل برای کسی که به رب، تذلل به عنوان ربوبیت، اینی معنای عبادت هست. اگر این قسم بود غیر خدا را انسان عبادت کرد، شرک. اگر نه، تواضع کند برای کسی، از کسی یک سوال کنه بدون اینکه اعتقاد به ربوبیت داشته باشه، او شرک نیه. نباید که در این مورد افراط و تفریط شوه که شده. به هر صورت می فرمایه که سوال کن و اسأل از انبیایی که، از رسولانی که پیش از تو فرستاده، از اونها سوال کن که آیا ما غیر از رحمان، غیر از خدا کسی دیگر رو گفتیم که او را بپرستن؟ نه، هیچ رسول ای حرف نگفته. تمام انبیایی که آمدن، حالا هر مقداری که هستن، 1 میلیون کمتر بیشتر، هر قدر انبیایی که آمده، ما به شما چند دفعه گفتم که 124,000 پیغمبر دلیل معتبر نداره و مخالف اعتبار عقلی هم هست. در طول هزارها سال، اونم در عصری که ارتباطات نبوده، هر قریه یک پیغمبر میخواسته. در طول عصر ممکنه که از 1 میلیون هم انبیا بیشتر آمده. میگه سوال کو از انبیا که آیا یک وقت یک رسول ما گفته که غیر از خدا کسی دیگر را بپرستین که ای مشرکین قریش گای خورشید می پرستن و گای خرما را می پرستن و گای چوب و گای سنگ می پرستن و انسانیت خود تنزل دادن؟ سوال کو. یکی میگه سوال کن. پیغمبر مگر شک داشته که سوال کنه؟ پیغمبر شک نداشته، پیغمبر می دانسته 100% که تمام انبیا و اساس تمام دینهای آسمانی بر وحدانیت استوار بوده. در این شکی نیه. منتها وقتی که میگه وسأل، میخواه مردم، یعنی مشرکین قریش و سایر مشرکین مورد سرزنش قرار بده. وقتی که خدا نگفته، خالق شما نگفته که دیگری را عبادت کنین، چرا شما یک کار میکنین؟ یک موضوع. موضوع دیگری که محل بحث واقع شده ایه که پیغمبر چه قسم، خدا به پیغمبر یک چیزی میگه که به عصب ظاهر ناممکنه. میگه تو سوال کو از رسولانی پیش از تو که فرستاده، از اونها سوال کو که ما آیا به عبادت غیر خدا امر کردیم؟ نکردیم. خب چه قسم پیغمبر سوال کنه؟ چه قسم سوال کنه از انبیای دیگر؟ انبیای دیگر اما فوت کردن. در این مورد 3 نظریه وجود داره. یک نظریه که همه میفهمن و عوام فهم اینه که مرادی از این که میگه از انبیا سوال کو، از رسولان قبل از تو که فرستادیم، از اونها سوال کو، خود اونها که نیه، از امتانشان، اما امتانی که درست ماندن بر تعلیمات انبیای خود،
که در امو موقع عصر پیغمبر اسلام در دنیا بودن. میگه از اینا سوال کن. یهودی ها زیاد بودن. نصرانی ها بودن. از اینا سوال کن که آیا پیغمبرای شما گفته که غیر خدا را بپرستن. یک نظریه ایه. این نظریه چندان درست نیه. برای این که یهودیا و هم نصرانیا بعد از پیغمبر خود منحرف شدن. کتاب انجیل از بین رفت. انجیل اصلی 5-6 تا انجیلای دیگه توسط افراد عادی نوشته شد. همچنین تورات حقیقی از بین رفت. تاریخ پرفراز و نشیب یهود که اینا شکست خوردن و رفتن و دیگه تورات از بین رفت. تورات موجود او تورات الهی نیه. خود ای پیروان ای دو دینم منحرف شده بودن. از کی سوال میکرد؟ این یک موضوع. موضوع دیگر که آیه فقط درباره یهود و نصارا نیامده. آیه مطلقه. واسأل من ارسلنا قبلك. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا. از رسولان ما. این مطلقه. مخصوص به عیسی و موسی نیه علیهم السلام. مخصوصه بلکه ای عامه. میگه زم سوال کو. مسئله امتانیه. میگه سوال کو از رسولان. چی قسم سوال کنه؟ ای که بگیم از امتان. امتان امه رسولا که نبوده در اونجا. در کره زمینم. الانم نیازه. اتباع امه انبیا. این یک مشکله. مشکلی دیگه که اونا منحرف شده بودن. امونایی که بودن منحرف بودن. این دوتا. یک نظریه دوم اینه. پس این نظریه اول اشتباهی. نظریه دوم اینه که شب معراج با پیغمبر دستور میرسه. شب معراج که رفتی تو را خواستم با بالا با ارواح انبیا. البته روی تنعانیه بدن برزخی مونا داشتن. هم دیگری پیغمبر انبیا را دید در شب معراج. در بعض احادیث داره که اونا را دید سلام کرد. اونا بر پیغمبر سلام میکردن. جسم برزخی دارن. میگه یعنی شب در وقتی که آمدی تو را آوردن بالا در شب معراج سوال کو از انبیایی که ملاقات کردی آیا خداوند با کدام رسولی گفته بوده که به مردم بگو که غیر خدا را پرستش کنه. پس ای آیه مربوط میشه به شب معراج. واسأل من ارسلنا. سوال کو از اونایی که ما فرستاده بودیم. آیا به اونا گفتیم آیا ما قرار خدا قرار داده که غیر از رحمان را پرستش کنه؟ نه. ای کار نکردیم. همه انبیا توحید ترویج کرده. خب پس بنابراین معنی که میگه از انبیا سوال کن یعنی از ارواح متحری اونها در آسمان ها در شب معراج. این دو نظریه. اینم با آیه برابر نمی آیه که میگه واسأل من ارسلنا یعنی بعد از اینکه ما تو به چیز بردیم به معراج بردیم. اینم بعیده. یک احتمالی سیوم ایه که امی الان از انبیا سوال کو. می توانی که سوال کنی؟ پیغمبر سوال کرده یا نه او یک بحثیه. چون پیغمبر شک نداشته. ایره برای سرزنش مشرکین ای آیه نازل شده. که اینا خیال نکنن که فقط تو آمدی و این آرا امر می کنی که غیر از خدای واحد کسی را نپرستین. اما یه انبیا می را گفتن. حالا این معلوم نیه که پیغمبر سوال کرده یا نه. بعد سر امکان قضیه که آیا ممکن می شده که در مکه پیغمبر با انبیا تماس بگیره در حالی که انبیا اما فوت کرده. بله ممکن می شده.
هیچی نه، برای ما ممکن یکی همراه مرده ها حرف بزنیم، همراه اموات صحبت کنیم، برای ما ممکن نیه، برای پیغمبر بزرگوار ممکنه. شما تا الان شنیدین که کسی تلفن کنه از کره زمین به کره ما؟ همه خنده میکنن، میگم به کره ما تلفن کردی؟ خنده میکنن، میگه به کره ما تلفن نیه، کسی نیه. ولی بعضی اوقات ممکن میشه. رئیس جمهور امریکا وقتی که او آقایی که فضانوردی که رفت، اولین انسانی که بر کره ما پایین شد، این چیزا روسا نتوانستن که نفر پیاده کنن. اول کسی بودن که اینا ماوری اینا گاگارین در فضا رفت. پیش از امریکایی ها روسا نفر فرستادن، از چیز خارج شد، از کره هوا خارج شد، از جو خارج شد، به فضا رفت. این کار روسا کردن، ولی روسا نتوانستن، یا به خاطر مسائل علمی و فنی یا به خاطر مسائل اقتصادی نتوانستن که نفر بر روی کره ما پایین کنن. اما امریکایی دیرتر جنبیدن، ولی این کارم توانستن که یک برای بار اول پای یک انسان بر کره ما گذاشته شود. این کار شد. وقتی که او پایین شد، رئیس جمهور امریکا از واشنگتن با او تلفنی تماس گرفت. اگر تو می رفتی، شما می رفتین، بیننده های عزیز خودم میگم، شنوندگارم میگم، اگر شما الان این کار بکنین، یک نفر اونجا باشه شاید یکی دو میلیون دلار پول بخواه، ما زور منه میرسه. برای اون هم میسر شد. اما وقتی که او پایین شد، رئیس جمهور امریکا با تلفن با او، وقتی اگه تلفون های همراه هم نبود، موبایل نبود، ولی اونا با خود برده بودن، چیزایی را برده بودن و چیزایی هم در قصر رئیس جمهور امریکا بود که توانست با او 400,000 کیلومتر دور از جو بیرو شده و به فضا رفته و در کره ما پایین شده و او تلفنی صحبت کرد. یک کار بشر میتوانه، خدا نمیتوانه، نعوذ بالله، که پیغمبر با انبیا تلفنی صحبت کنه؟ میتوانه. تلفنی چیه؟ اتصال روحانی. روح قدرتش میلیون ها مرتبه از قدرت بدن بیشتره. معنیش یه که میگه سوال کو، وقتی که میگه سوال کو، یعنی معلومه که پیغمبر میتوانه که از کره زمین مستقیم با ارواح تماس بگیره. روح انسان که زنده یه، ارواح که نابود نمیشه. مرگ عبارت از چیه؟ عبارت از بریدن ارتباط روح با بدن. حیات ارتباط روح با بدن، موت بریدن ارتباط روح با بدن. روح سالمه، بدن در عالم عنصر میمانه، بین قبر میشه. طبق قانون عمومی، قوانین عمومی فیزیک و کیمیا، این میره و خاک میشه. اما روح خارج از قوانین کیمیا و فیزیکه، او نابود نمیشه، قدرتش بیشتر میشه، تسلطش بیشتر میشه، یک بدن برزخی پیدا میکنه در برزخ. ارواح انبیاء علیهم السلام همه در برزخ. خب پس ارواح موجوده، بدن برزخی هم داره و پیغمبر از امکانات فوق العاده که خدا بهش داده مستقیم از زمین میتوانه با تمام انبیا، چی اون ارواحشان در فضای ما باشه و چی در آسمان ها باشه و در منظومه های شمسی دیگر باشه مثلا، یا حتی در کهکشان دیگر باشه، مستقیم با اونها تماس میگیره، صحبت میکنن، این کار میتوانن. پس این یک خطاب هوایی نیه، نعوذ بالله، که پیغمبر گفته که فقط مجرد سرزنش اونها باشه و اسکات مشرکین قریش باشه که هیچ پیغمبری مردم را بغیر از عبادت خدا دستور نداده. نه
این خطاب ممکنم می شده که اگر پیغمبر تماس می گرفته با یک یا الله، آدم میلیون ها کیلومتر بعد تماس می گیره دیگه، با انبیا تماس می گیرد، می توانست که تماس بگیره، با اونها صحبت کنه، ارتباطی اونها برقراره. والحمد لله رب العالمين.